سالار سلام آقای امین، احوال شهر خوب هستین؟ خوبی، مرسی. من بگو. صدا میاد؟ بله، اگه میشه کوتاه بگو چون من زیاد موندم. 3 ساعت رو بکنم بخاطر بگو، تأخیر داره صدا. بله، چشمش. من یه سوالی داشتم راجع به تجزیه ایران. اول بگم که من اصلا تجزیه طلب نیستم، مخالفم، اتفاقا برعکسش دوست دارم ایران، کشور همسایه ایران، یه همه‌پرسی برگزار بشه و ایران بزرگتر بشه. سوالم از شما این بود که اگر یک منطقه، مردم یک منطقه بیش از 80%ش رأی به جدایی و منطقه بدن، نظر شما راجع به این چیه؟ آیا میتونه جدا بشه یا نمیتونه جدا بشه؟ یا مردم منطقه اون یکی منطقه ها چه صلاحیتی دارن که جلوی این کارو بگیرن؟ من معتقدم که دستکاری با مرز خیلی هزینه داره، مخصوصاً الان دیگه. خب یعنی یک زمانی داشتن بعد از جنگ جهانی اول داشتن کشورسازی میشد و هر کسی برای خودش مرزی تعیین میکرد و اینا، و اون موقع وقتش اون بود دیگه گذشته. خب الان شما اگه نگاه بکنین هر جا مرز عوض میشه کلی خونریزی و جنگ داخلی و اینا میشه. مرز و اینا بهتره که عوض نشه، مخصوصا تو کشورهای این دورور آفریقا یا تو خاورمیانه که خیلی مردم قابلیت عوض کردن مرز و اینا رو به روش صلح‌آمیزی که مثلا توی کانادا مثلا ممکن بود داشت میشد که نشد چون رای نیورد، که مثلا توی انگلستان داشت ممکن بود بشه که نشد برای اینکه رای نیورد برای اسکاتلند، اینجا ندارن اون قابلیت یه همچین کارهایی رو. خب ولی من یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه ما رای دادیم که جدا شیم، خب پس بشیم دیگه. خب مردم انقدر تعصب دارن، انقدر عقده‌این که میگن که شما غلط کردیم، میخوایم برید، ما میجنگیم برای خاکمون، بعد کشت و کشتار میشه تا کلی مدت. یعنی چه؟ ولی خب شما فرض کنید که مردم، مثلا اکثر مردم یک زمینی میخوان جدا شن، تجزیه بشه. البته اینجوری هم نیست البته. خب یعنی ما الان هم شرایطی رو نداریم، خیلی فرضی داریم میگیم. خب ولی فرض کنید که اونجوری به طور خیلی فرضی که بگیم 80% یه منطقه مردم میخوان جدا شن، خب الان ما اون وقت و توی جایی باشیم که مثلا تو آفریقا باشه یا تو خاورمیانه باشه که حتی اگرم بخوان جدا بشن، کسایی که نمیخوان، که میخوان کشورشون رو یک دست نگه دارن، خونریزی میکنن برای دفاع از مرزشون، جوری میشه که هزینه بسیار زیادی داده میشه. یعنی وقت بین دو تا گزینه بد خواهیم بود، یه گزینه ای که آیا جدا بشین که جنگ داخلی بشه، یا اینکه جدا نشین که مثلا به زور با یک اقتدار مرکزی شما رو به جدا از امیال شخصی کسانی که دارن اونجا زندگی میکنن، یعنی با یه دیکتاتوری اینا رو نگه داریم. خب البته خب من میتونیم بگیم که خوبه که تو این شرایط نیستیم. یعنی ما تو شرایطی نیستیم که مثلا تو ایران 80% مردم کردستان بخوان از ایران جدا شن، یعنی شرایطی وجود نداره. برای همین این خیلی مثلا ما خیلی فرضی داریم صحبت میکنیم. نمیدونم چی شد، رفتش. امیدوارم صدامو بشنوه. بزن پس من حرفم اول تموم میکنم، بعد دیگه امیدوارم که بشنوه خودش بعدن. برای همین چیزی که هیچ کدوم از این دوتا گزینه خوب نیست که جدا بشن و جنگ داخلی بشه و خونریزی و اینا بشه، یا اینکه بمونن به زور. خب یعنی من گزینه سوم رو انتخاب میکنم. گزینه سوم موندن به خاطر رضایت. خب موندن به خاطر، نه به خاطر اینکه شما با یک اقتدار مرکزی مجبورشون کردین که بمونن. یعنی شما یک دولتی رو به وجود، یک حکومتی رو به وجود میارین که اینا اصلا به انقدر حقوقشون طوری رعایت بشه مردم این مناطق که اصلا امکان نداشته باشه که مثلا اکثریت بخوان جدا شن، یعنی واقعا به ضررشون باشه که جدا شن. یعنی شما باید کشورتون رو یک دست نگه دارین، نه به وسیله زور، بلکه به وسیله راضی کردن شهروند کشورتون. مجید جان سلام. سلام علیکم. گفتم یه سلام، اصلا تعجب کردم 3 ساعت بود هنوز لایو داره. همینجوری الان اومدم روشن کردم. ولی گفتم که به پدر خانومم فوت کردی، یه درگیر اون بودم. اگه دوست داشتم زود طبیعیام زر با هم حرف بزنیم. علام زیاد اذیتت نمی‌کنم، میدونم بس. خب گفتم یه سلامی عرض کنم. یکی هم در مورد همین جدایی طلبی و اینا،
آخه وقتی میخوانن جدا بشن آرمین جون میگن مثلا، حالا من اسپانیا رو میگم، نمیگم کردستان، نمیگم آذربایجان، همین اسپانیا، باسک یا کاتالونیا، مگه نمیخواستن سرباشن؟ دیدی چه اتفاقاتی افتاد؟ مگه تو کشورهای دموکراسی نیست؟ اینجوری نیست که فقط همون منطقه که شما هستی بیاین رأی بدین، ما میخوایم سرباشیم بعد سرباشیم. اگه میخوایم سرباشیم باید همه ایران، همه اسپانیا در یه رأی گیری شرکت کنن، همه رأی بدن اوکی اینا میتونن سرباشن. اگه رأی دادن شما دارین اسپانیا رو مثال میزنین، ولی کانادا و یوکی رو مثال بزنین. تو کانادا وقتی که میخواستن رأی بدن که کوبک جدا بشه یا نه، از همه کانادا رأی نگرفتن، فقط از خود کوبک رأی گرفتن. و توی یونایتد کینگدم وقتی میخواستن رأی بگیرن که اسکاتلند جدا بشه یا نه، از همه یوکی رأی نگرفتن، فقط از خود اسکاتلند رأی گرفتن. الان سوال هاست یا ایرلند نمیتونیم بگیم مثلا، آخه ایرلند و اینا یه ذره با کردستان مثلا فرق میکنه. سوال هاست مثلا کشور بوده اینا اومدن استثمار کردن، یعنی سلطهشون رو انداختن رو این کشور و این همه بلا سرشون آوردن. اول سبب بودن، ولی خب به خاطر این یونیون نگرشون داشتن. درسته، ولی ما نمیتونیم از تاریخی تصمیم بگیریم که چی چیز بهتره، به خاطر اینکه چی چی قبلا چی بوده الان چی شده. ما همه چیز رو باید نظر منه، من خواستم از تو بپرسم نظرمه که اگه هم قراره یه تیکه از یه مملکت سباشه، اون تیکه مال همه اون مملکته، نمیتونه فقط اون گروه خاص بگه من میخوام سباشم سبا میخوام باشم. مثلا این گروه یعنی بعدم این کشورهای کوچولو کوچولو مثل پاکستان، بنگلادش چه گلی به سر ما مثلا زدن؟ ببین من دلیلی که میگم نباید جدا بشه یه چیز دیگه است. خب برای اینکه من نمیدونم کی تعیین کرده که مثلا مردمی که توی منطقه زندگی نمیکنن باید تعیین بکنن که مردم این منطقه حکومتشون کی باشه. خب یعنی به خاطر از تاریخ نه، ما داریم میگیم چون از تاریخ اینا همیشه یک کشور بوده، برای همین باید البته اینجوری هم نبوده. شما اگه تاریخ برزایی رو نگاه کنید یه چیزی بوده که اینجوری تکون خورده، بعضی موقع یک قسمتش اومده بیرون بعد دوباره برگشته تو. ولی این دلیل این من نمیدونم، چون که مثلا خیلی موقع تو طول تاریخ این قسمت یک کشوری بوده که اینا مردم اونجا هم بودن، معنیش این میشه که پس این زمین پس حق اونا هست؟ یعنی کی این حقو تعیین میکنه؟ یعنی حق یه چیزی تو طبیعت که نیست، حقو مردم میگیرن یا میدن یا به وجود میارن. حق یه چیزی نیست که مثلا از تو طبیعت خودش به خودی خود به وجود میاد. صحبت ما جداییه، اینکه حق اینا رو باید داده میشد و اینا حق دارن به هر جوری که دوست دارن زندگی کنن. زبان نه، اون دفعه هم صحبت کردیم زبان فرق میکنه، با همون دلایلی که خودت هم گفتی، چون قراره ما کار کنیم با هم، قراره تو یه چارچوب سرزمین نمیشه یکی یه زبانی داشته باشه، این همون شو جدایی. من صحبت جدایی رو داریم الان میکنیم، حق رو اصلا کاری ندارم، معلومه که نه ولی خب شما درسته. نه من میگم استدلالی که میکنین که مثلا این زمین مال همه مردم این کشور هست، اینو این مالیت رو کی تعیین کرده؟ خب من اینا رو اینا مالیت رو یه کسی هایی هست که میتونه یک کسی بیاد تعیین کنه، یک کسی بیاد بگه خب نه من مالیت رو قبول ندارم. یعنی اینا از کجا اومده، کی تعیین میکنه، بر اساس چه استدلالی کی گفته این مال ایناست مال اونا نیست؟ راحت ترین چیزی که بگیم چی مال کیه اینه که خب ما اینجا زندگی میکنیم، این زمین مال ماست، شما یه جای دیگه هستین، کی میگه مال شماست؟ خب من وقتی میام تصمیم میگیرم که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، فقط از لحاظ سود و هزینهش نگاه میکنم. و چیزی که تو سود و هزینه هم جزء محاسبات ما هست اینه که کشت و کشتار و جنگی که مثلا ممکنه بشه به خاطر اینکه یه قسمت جدا بشه یا نه. خب یعنی برای این مثلا یه چیزی که مثلا اسکاتلند ممکنه فرق داشته، خیلی فرق داره با اسکاتلند و کانادا، با ایران فرق داره، اینه که اسکاتلند با بقیه انگلستان جنگای داخلیش قدیما بوده. الان اگه آره، یعنی که کوبک هم حتی با قسمت فرانسوی کانادا با قسمت انگلیسیش قدیما جنگ داشتن. خب الان قرار نبود مثلا اگه کوبک مثلا رأی داد که بله ما خب رأی نیاورد، گفتن نه ما میخوایم تو کانادا بمونیم، ولی اگه رأی می آورد که جدا بشن، این قرار بود یه چیز کاملا یعنی اصلا خود دولت بود که گفت ما این رأی رو به شما میدیم. اگه رأی می آورد جنگ نمیشه. نظر در مورد خود همین کاتالونیا چی؟ مگه اینا رأی ندادن؟ مگه همه اروپا پشت اسپانیا وای نستاد گفت اون اسپانیا درست میگه؟ چرا؟ درست. مگه دموکراسی نیست؟ ما دیگه بهتر از دموکراسی تو اروپا که نداریم که. چرا داریم؟ نه تو اسپانیا بهترین مثال داریم. نه بهترین مثال اسپانیا. اسپانیا. کل جامعه اروپا رو میگم، یعنی خب یونیون. درست. خب میدونم، ولی من میگم فقط مثال اسپانیا نیست، مثال همون یوکی هم هست، مثال کانادا هم هست. یعنی ما مثال نقصش هم داریم.
آره میگیم ولی چون اسپانیا نوعاش مختلفه، هم مثلا درست الان شما میگی مثلا اسکاتلند خیلی سالهای پیش برای جنگیدن، همین مگه ایرلند خیلی سالهای پیش جنگیدن، این همه اینا با نه هم نه درگیر شدن. ایرلند با اسکاتلند فرق داره درسته، ولی من میگم برای همین چون مثالهای مختلف داریم برای همین باید بیایم شرایط اون کشور رو تو اون زمان بیایم در نظر بگیریم، نمیتونیم بگیم چون اینجا اینجوریه ما میتونیم یا اونجا اونجوریه نمیتونیم. برای همین من میگم اگه جوابم برای ایران ممکنه فرق داشته باشه با کانادا، به خاطر اینکه هزینه ای که ایران خواهد داد برای یک همچین رأی به شدت زیادتر خواهد بود تا کانادا، یعنی هر کشور رو باید به طور جدا محاسبه بکنیم که جریان چیه. منم مخالف نیستم که اینا مثلا خود مختاری داشته باشن برای خود، مخالف نیستم، من میگم آگاهی به اون درجه برسه به قول تو که به جنگ و چیز درسه، بعدم اونا خودشون باید اینقدر عقلشون برسه که تو چه منطقه‌ای میخوای چه کشوری، بعد تو میتونی تنهایی خب پس خود مثلا الان کردستان، اقلیم کردستان الان ایران و ترکیه، ایران و ترکیه و عراق بخوان اینو لهش میکنن چون راهی نداری، تو به دریا راهی نداری، تو با صادرات تو به اینا وابسته ای، برای همین هم از نیروهای امنیتی همه این دلیده. کشورها تو اونجا دارن فعالیت میکنن، یعنی ایران اونجا خیلی فعالیت. خب برای همین ببین مثلا یه قسمتی از ایران مثل خوزستان، خب اگه اینقدر داره نفت میده به همه ایران به بقیه ایران، باید یه چیز واضحی از بقیه ایران بگیره که اگه هزار بارم رأی بخواد بده که تو ایران بمونه یا نمونه رأی بدن که بله میمونیم، یعنی ولی من حرفم اینه که موندن مثلا خوزستان یا کردستان یا بقیه جاها توی ایران باید با این وسیله به دست بیاد که واضحه برای همه این شهروندا که معلومه که ما میخوایم تو ایران بمونیم، نباید با توپ و تفنگ و زور باشه. خب منم میگم باید همه اینا یک دست بمونه و جدا نشن، ولی روش جلوگیری از جدایی باید به وسیله رضایت این شهروندا به دست بیاد، نه با وسیله حداقل دیگه الان در دنیای مدرن باید اینجوری تا کنیم، یعنی با استدلال و بشینیم صحبت مناظره با صحبت بتونیم، نه با جنگ به قول تو. بعد من موندم این کشورها چه گلی به سر اینایی که من نام بود، الان پاکستان چه گلی به سر جهان زده با استقلالی که از هند گرفته، چه گلی زده جز یک کشور اصلا مرکز جرثومه این اسلامیستای فناتیک آنچنانی شده، یا بنگلادش نمیتونی بابا تو خودتو بگردونی، حالا با سریلانکا من چون نمیتونی نه پس خودتو آخه چی استقلال گرفتی این مردم زیر این بار این بی فرهنگی خودتون دارن له میشن، آخه چه کشوری، آخه برای چی باید ما اجازه بدیم کشورهای کوچولو کوچولویی که نمیتونن خودشون. اصلا ما اگه بیان نگاه کنین هر موقع مرز عوض میشه واقعا بی ثباتی به وجود میاد. مثال خیلی زده همون جنگ جهانی اول، بیا مثلا اون عثمانی رو گرفتن، این همه کشور داشت، ببین چقدر هنوز تو این منطقه، هنوز که هنوز اینا داریم با هم می‌جنگیم، ما حالا ایران یه ذره فرق میکنه، ما از اول بودیم، ولی مثلا عراق و لبنان و سوریه و تو فکر کن همه اینا هم درگیرن، هنوز کشورهایی که به خودت برداشته با خط مثلا یه دونه اینجوری کشیده گفته این سوریه، این عراق، این اردو، خب اون مشکل پیدا میشه، این داستان اینجوری نیستش که کشور همین الانم توی یه مشکل بزرگی که داریم که تو افغانستان به خاطر که مرزی که انگلستان کشیده دقیقاً پشتونا رو گذاشته بین پاکستان و افغانستان، و این طالبانی هم که وجود اومده یه قومگرای پشتویی بوده که از پاکستان داره تو افغانستان رو حمایت میکنه، یعنی اینا رو جدا کردن بین دو تا کشور، یعنی اصلا خطایی که کشیدن خیلی بر اساس حساب خود ما اون قسمت بلوچستان الان نصفش اون بره نصفش این بره افغانستان نصفش اون بره نصفش. اصلا همین الان داشتیم صحبت میکردیم، ببین میگم ترکشاش به ما میخوره، همین مولوی عبدالحمید هست ما سیستان، من خیلی هم فکر میکردم مثلا روشنتر بقیه اینه، الان این چسبید به طالبان میگه اونا دوست دارم عقب ما اونا هست، چون میبینه از ایران که خیلی نرسیده شیه بیا بس به چسبیم حداقل طالبان، خب این مشکل نمیشه بس برای طالبان نمیاد به این حال بده. درست، خیلی خب بجیدا منم برم دیگه، ولی خیلی ممنون که اومدی. حالا دفعه دیگه که خواستم بیرگی برنامه داشتی اینجوری اومده حالا جواب یه ذره میخوام عوض کنم، چیز بانک برای همین بی خدایان هم خوراکش مرمی هم ماهیم که
اعتقادات اینجوری نداریم، یه ذره بانمکه، یه ذره لبخند میاد. گفتم دفعه دیگه اون بله رو. بله باش باش. باش مرسی مجید جان فعلا.